قال حسین علیه السلام انما خرجت لطلب اصلاح. فهمه برموش بیدادگری شیره مرضیه نمی شد این شهر اگر دادرسی دادگری داشت. سنون تا بجا سنون تا بجا بنابراین محکوم به عذابی در این عصر پراشو بسیار تلاش کردم که اختلافات را به همدلی بدر کنم، اما با کمال تأسف روز به روز ظلم و ستم بیشتری را مشاهده می نمایم و نمی دانم به این مردم بیپناه چه پاسخی بدهم که آبی بر آتش تعلمشون باشد. سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب با اتکا به کلمه مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرده بودم هر کس در هر جای مملکت مشکلی دارد بنده در خدمتگذاری آنان آمادم، بنده در خدمتگذاری آمادم. به لطف خدای تعالی و به واسطه خود مردم که رهای بسیاری از کار فروبسته آنها گشوده شد. اما امروز بیقانونی و اعمال خودسرانه و حق حیثیت مردم بیداد می کند. اونقدر راج یافته که دیگر تعجب و تأسف مسئولان را بر نمی آید. مظلومان کشته می شود و حریم خصوصی و جمعی مردم تجاوز می شود. آزادی های قانونی و ابتدایی که حق اولی هر انسان است سلب می شود. ملال و افسردگی بر چهره پیر و جوان نشسته و مشکلات بسیار قربانی می گیرد. دروغ و عوام فریبی ریاست می کند. اما دریغ از هیچ فریاد. یک همدردی و همدلی، عذرخواهی و تلاش برای تصحیح هیچ در دقیقه حتی از درک این همه خیانت و قانون شکنی در کلام و رفتار مسئولان دیده نمی شود. وقتی هم از مسئولان زیرت سوال میکنی هیچ کس مسئولیت قانون شکنی ظالمانه هرج و مرج افسار گسیده و آشفتگی در سلسله مراتب را به عهده نمیگیرند و با نقل مصادیق بیشتر بر بار قصه ها و نگرانی ها و مصیبت های ما میافزایند. بنابراین متاسفانه امروز برای رفع مظالم راه به جایی ندارم تا از حقوق ستم دیدگان دفاع کنم. یک نمونه کوچک. این روزها که خود با اون مواجهم و دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که برای امجد سیاه نمایی میکنند و اخبار را کانالیزه به اطلاع میرسانند شاهد بر این وقایع است. وقتی زنی متدین و خانه‌دار با فرزند خردسالش چند روز پیش در فرودگاه پس از طی همه مراحل قانونی در هنگام سوار شدن به هواپیما ممنوع الخروج میکنند و با حتاکی او را از سفر باز می دارند. این زن را و تدین و تعهد و بیگناهی او را خود به شخصه از نزدیک می شناسم و می دانم که هیچ جرم و جنایتی نکرده است. آخر چرا؟
هرچه به مقامات دادگستری، سپاه و اطلاعات مراجعه شده همه اظهار بی‌اعتنایی می‌کنند. نمی‌دانم چه دست‌های کثیف و جنایت پیشه و خیانتکاری می‌خواهند این مردم نجیب و فداکار، خصوصا جوانان خوب و عزیز و متعهد و جستجوگر را از نظام متنفر کنند. تا اونجا که بنده در منزل خودم نیز نتوانم از نظام و حقیقت اسلام دفاع کنم، در دفاع از حق همه مورد این بانوی خاندار را برگزیدم تا راه مقابله با خودسری را نشاندم و به یاری حق و حقیقت بیاید. به وسیله تلفن به گوش بسیاری رساندم. بزرگان از من مهلت خواستند که به احترام برخی از قضات محترم اقدامی نکنم. ملوث هشدار دادم که اگر گذرنامه ایشان را در منزل تحویل ندهند موضوع را رسانه‌ای خواهم کرد. اما پس از گذشت یک هفته خبری نشد. اینک به وظیفه خود عمل می نویم. باد آباد. یک لحظه بر این بام بلاخیز نمی ماند. مرغ دل غمدیده اگر بال و پری داشت، به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارجمند و متدین و فهمنده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعیشان است، ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن گرده در عزلت می گذیدم. و السلام علی من اتبع الهدى محمود امجد. بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً مسئله پیش آمد، من ناچار شدم یه بیانیه ابراز داشتم. بعضی ها ممکنه خیال کنن این مسئله شخصیه. بنده درد جامعه دارم، دردها و مشکلات جامعه را میبینم، مشاهده میکنم. نسل جوان ما که سرمایه ما هستن، وقتی به ما میرسن نمیتونیم پاسخ بدیم، مشکلات جامعه رو نمیتونیم پاسخ بدیم. و اگرم بخوایم اعلام کنیم و صحبتی کنیم و سخنرانی کنیم محکومیم، چون باید در جریان باشیم. ما نمیتونیم در همه جریان باشیم، نمیتونیم. یه مورد انتخاب کردم که از اول تا آخر خبر دارم، از این جد نه مسئله خصوصیه، مسئله عمومیه. باید مردم به دولت اعتماد کنند، دولت به مردم اعتماد کنند و مردم به مردم. الان اعتماد مردم به مردم سلب شده، اعتماد دولت به مردم سلب شده، اعتماد مردم هم به دولت سلب شده. من برای رفع این اختلافات و کمتر شدن، چون بنا دارم مرهم باشم، شمشیر نباشم، خیلی سعی دارم. همه میدونن قبل از انتخابات بنده یه دوستی که صحبت کردم تو خانه خودم، او پخش شد، ولی سعی میکنم، چون بنده سعی دارم عامل توازن جامعه باشم، با نسل جوان سر کار دارم. این از که نمیتوانم جواب بدم، پاسخ ندارم، ناچار شدم بیانیه که یک مورد کوچکی از این مشکلات جامعه که این همه ظلم و جنایت میشه در جامعه و کسی پاسخگو نیست. همین مورد من گفتم باید جواب بدن، کسی جواب نداد. دادستانی، سپاه، اطلاعات، هر چی مراجعه کردن جواب داره چی بوده. خب من چی کنم؟ من جواب نمیتونم بدم، ناچارم که میخوام بگم که این جواب باید بدن. که من از وقتی گفتن جواب ندادن، من هم گفتم رسانه چی میکنم و این برای حفظ نظامه، یعنی دفاع از نظام کردم، دفاع از اسلام کردم. من میخوام بگم این جنایتکارانی که در جامعه ایجاد تنفر میکنن نسبت به این نظام کیان؟ اینایی که اینقدر شرارت میکنن چیان؟ اینایی که تو خانه مردم میزنن کیان؟ اینایی که بی خود مردم میزنن چیان؟ کیان؟ از کجا شروع شده؟
هیچ مقامی جواب نمیده. دولت باید جواب بده، دولت باید جواب مردم بده تا مردم اعتقاد بده کنن، اعتماد بده کنن. باید مردم دسترسی داشته باشن به احقاق حق خودشون. چون نیست، من آمدم یه بیانیه دادم که بلکه این جوانان کمی علاقه شون از اسلام برگرده. بزرگ و کوچک ما میدونیم که نسل جوان، مردم ماها گذشته ها محکمن، ولی این نسل جوانی که نه قبل از انقلاب دیدن نه اوضاع دیدن، حالا میبینن هیچ به هیچه، اینه که اعتقادشون میره، باورشون میره. ما میخوام باور اینا حفظ بشه، خداوند توفیق بده خدمت کنیم و برگردیم به خدمت. ما میمیریم از دنیا، میمیریم، باید حساب و کتاب داشته باشیم. این نیست که حالا بنده بیام یه مسئله خصوصی خودم انبان کنم، چه چیزی نیست. از اول منو میشناختن، من تو جامعه بودم و سعیم اون بوده خدمت کنم. و الان خدمت من اینه که باور جوانان رو نگه دارم، باورشون رفته. شما دروغ زیاد میگیم، تهمت میزنیم، خلاف میگیم، کسی یعنی پاسخ بگه. یه نمونه کوچیکی من میگم، پاسخ بدید، جواب بدن. کسی جواب نداد، ناچار شدم رسانه‌ای کردم.